جناب مرزا صاحب، بحثی که در اینجا بحث دیگه که مطرح میشه، تاثیرات طالبای پاکستانی سر طالبای افغان و تاثیرات طالبای افغان سر پاکستان است. اگه این قبول کنیم کار درست است یا غلط برترتیبیم که حکومت افغانستان با وساطت طالبای پاکستانی میخواه با طالبای افغان گفتگو کنه و حکومت پاکستان برعکس ازی، چقدر تاثیر دارن سر یکدیگه؟ خود چند روز پیش یکی از سخنگوهای طالبای پاکستانی گفت که طالبای افغان ما را کمک میکنن در جنگی که بالای پاکستان میکنیم. وضعیت چه قسم است؟ اگر ما بکنیم به گذشته برگردیم، در سال 2007 ملا عبیدالله در پاکستان دستگیر شد همراه با یک تعداد دیگه از طالبا، از جمله جهانگیروال و باز کسای دیگه. در اون زمان دولت افغانستان اکثر عمل نشان نداد در برابر دستگیری ملا عبیدالله، اما ملا عبیدالله به همین دلیل دستگیر شد که متهم بود به اینکه هم با طالبای پاکستان ارتباط داره و هم یک نوع ارتباطی با بلوچا داشته، بلوچایی که در با بلوچایی که بزد پاکستان میگه بزد پاکستان. به خاطر این مسئله بود، در حالی که ملا عبیدالله معاون ملا محمد عمر بود، یکی از معاون نظامی ملا محمد عمر بود، این شخص دستگیر شد و بالاخره هم در سال 2010 کشته شد. در سال 2010 که کشته شد، در همون سال ملا برادر دستگیر شد. ملا برادر حکومت افغانستان گفت که با ما ارتباط داشت، به خاطر دستگیر شدن و به خاطر اینکه خب مسئله قومی و پوپلزی بودن یک پاش که این مسئله شما میدونیم که در سمت جنوب غرب افغانستان حتی دو نفری که با هم هر مشکلی داشته باشن اما گاهی با هم ارتباط می داشته باشن، این مسئله چیز به حساب که بله ارتباط قومی و گپا، او را دستگیر کردن. در دستگیر کردن ملا برادر هم این مسئله مهم بود که بعضی اسناد را حکومت پاکستان در رابطه با همی روابطی که میان طالبای افغان و طالبای پاکستانی داشت را به دست داشت و حتی ملا برادر را به این متهم کردن که از هندوستان پول میگیره و این پول هندوستان از طریق ملا برادر میرسه به دست طالبای پاکستانی. این چیزا در گذشته بوده. شاهد الله شاهد که در آخر فکر میکنم که صحبتی کرد در رابطه با در حقیقت تایید کردم این مسئله را که بله طور امکانات بوده و ما از این مسائل استفاده کردیم. اما همونطور که پیشتر گفتم، یک رابطه غیر از رابطه مادی و گپا، یک رابطه معنوی هم میان طالبای افغان و پاکستانی وجود داره. زمانی که در قندهار در دوران طالبا جلسه بسیار بزرگی از علمای دو طرف دیورند دایر شد که بخش زیادش از افغانستان بود، در اون زمان از کشورهای مثل افغانستان، پاکستان، هندوستان، حتی از بعضی کشورهای اروپایی، یک نفر از امریکا، از کشورهای عربی، در این تعداد زیاد مردم بودن که ملا محمد عمر را رئیس امیرالمومنین قبول کردن. در اون زمان این آدم به عنوان رهبر تمام تحریک طالبا یا این حرکتی که هست انتخاب شد، حتی در همون جهت تقسیم بندی شد که مثلا مولانا مسعود اثر وظیفه دادن که کشورهای پاکستان، کشورهای هندوستان و امی بعضی قسمت‌های دیگه، تو امیرش خودت هستی. مثلا تایرولداش وظیفه داره این شد که تو امیر ماورامنهر هستی تا به قفقاز. به این قسم تقسیمات شد و طالبان و امیرالمومنین ملا عمر و طالبای پاکستانی که در این منطقه بودن در اون زمان نام گرفته نشد، به خاطر که روابط طالبای افغان و پاکستانی خراب میشد و او خاطر در اون زمان طالبای پاکستانی فقط یک چند نفرش در اینجا بودن که با ملا محمد عمر بیعت کردن و جنگی هم بین حکومت پاکستان و طالبای پاکستانی در اون زمان نبود. از اون سبب حکومت پاکستان مسئله را زیاد جدی نگرفت که کسایی آمدن اینجا بیعت کردن، خب علما هستن بیعت میکنن این مسئله. از این سبب این ارتباطات اگر ما ریشه شو ببینیم در زمان تحریک طالبای افغان این کار بوده. بعد از او که حکومت طالبا در اینجا سرنگون میشه، طالبای افغان میرن به پاکستان. یعنی یک ایده تشکیل امارت اسلامی بزرگ نزد هر دو طالبا وجود داره، هم طالبای افغان هم طالبای پاکستانی. بله این یک چیز مشخص است بین این دوتا،
که به هر حال البته این مسئله بازم اگر ما کمی عقب‌تر برگردیم این ریشه داره در امو سقوط خلافت عثمانی بلد. که بعد از سقوط خلافت عثمانی اولین حرکتی که به خاطر احیای خلافت ایجاد شد در هند بریتانیایی بود که در زمان امروز پاکستان وجود نداشت و علما آمدند در اینجا ولی به اکثریت گیری در این منطقه ایجاد شد در... این برای پاکستان چقدر یعنی تهدیدی بزرگ حساب میشه یعنی ببینید بعضی وقتا یک بحران در یک حدش میتونه برای یک کشور مفید باشه اما وقتی که به جای میرسه که از کنترل خودش خارج میشه دیگه باز در صورت نمیتونیم بگوییم که هر کار خودی کشور میکنه به عنوان مثال در یک زمانی که طالبای پاکستانی میامدن در افغانستان میجنگیدن در زمان مثلا طالبا حکومت طالبا پاکستان کدام مشکلی نداشت تا وقتی که امریکایی آمدن شما دیدین که هزاران نفر با شمشیر و با داس و تبر از سرحد عبور کردن آمدن حکومت پاکستان هیچ مخالفتی با اینا نکرد که شما چرا میرین در اونجا به خاطر که خب این منافشان بود اما در اون زمان پاکستان میخواست که به امریکا نشان بده که بنیادگرایی اسلامی در بر پاکستان هم زیاد است مشکل براتون ایجاد میشه شما باید با ما کمک کنین ما که شما در اونجا کمک میکنین شما در اینجا کمک کنین آمریکایی های پیغام درست نگرفتن من فکر میکنم نتیجه ای شد که بزودی تحریک طالبای پاکستان در سال 2005 تقریبا می حدود این به عنوان یک تحریک که تهدید آمیز بود برای پاکستان در این زمان ظهور میکنه و بعد از او گروه های متعددی مثل مولانا فضل الله و اینا هم در سوال ظهور میکنن پس اگه یک تهدیدی از برای پاکستان از بین بردن این تهدید و یا از بین بردن طالبای پاکستانی بدون از این که طالبای افغان یعنی میشه که جدا جدا یا حساب کرد و تنها فکر کرد که طالبای پاکستانی از بین برده شون و یا طالبای افغانی باشن یا یک مبارزه مشترک به علیه هر دو ضرورت است ببینید مبارزه اگر منظور از مبارزه مبارزه نظامی باشه این مبارزه را دیگه یک سر هر چیزی که باشه هر چیزی که باشه نظامی یا غیر نظامی تهدید است که برای یعنی برای پاکستان متوجه است اگر پاکستان میخواد که خدا از این تهدید نجات بده تنها کفایت میکنه که فقط به ضد طالبای پاکستانی عمل کنه او اگه مذاکره است یا جنگ است و یا طالبای افغان هم در این محاسبه بگیرن ببینین اصلا ما که وقتی که میگیم که طالبای دو طرف دیورند با هم ارتباط کاملا ارگانیک دارن کاملا با هم در حقیقت با هم بافته شدن وقتی که این مسئله رو ما قبول میکنیم پس حل مشکل دو طرف دیورند طالبای پاکستانی و افغان باید همزمان صورت بگیره اگر یه همزمان نباشه پاکستان وقتی که با طالبای خود به یک توافق میرسه اون طالبان میگن بسیار خوب ما با شما توافق کردیم دیگه پاکستان هیچ عملیات نمیکنیم اما شما دست ما رو نگیرید ما میریم به سوریه در اونجا جنگ میکنیم میریم مثلا در سومالیا جنگ میکنیم میریم در افغانستان جنگ میکنیم در این صورت شما که ما کار نداشته باشین نیروهایتان هم از منطقه ما بیرون کنین و دیگه که ما کار نداشته باشه این مشکل حل نمیشه اگر میمونه برای بر. و اگر در افغانستان اینطور حالت میآید که طالبای افغان میان و البته غیر ممکن هم هست به خاطری که خود پاکستان هم اجازه را نمیده که افغانستان با طالبای افغان به توافق برسه در اون صورت طالبای افغان در پاکستان در افغانستان صاحب یک موقعیت میشن که طالبای پاکستانی باز در اون صورت میتونن در اینجا پناه بیارن در اونجا بر علیه حکومت پاکستان و حتی مشکل بزرگی است که همیشه که احساس همیشه هم به این مسئله اشاره میکنن نقش هندوستان است در اون صورت باز هندوستان پاکستان میتونه ادعا کنه که هندوستان به طالبان کمک میکنه بنابراین مشکل دو طرف دیوران باید همزمان در یک تفاهم تفاهم دو جانبه میان دو حکومت حل شوه آمریکا در اینجا صداقت داشته باشه تا جایی که ما می‌بینیم آمریکایی‌ها نمی‌خوان ایران نه در پاکستان صلح می‌خوان نه در افغانستان این کار باید صورت بگیره زیرا ما می‌دونیم که جنگ برای آمریکایی‌ها بزنس است و از این سبب اینا جنگ علیه تروریسم نمی‌خوان ایران پس اگه قسم نتیجه کنیم که بسیار ضروری است تا اول افغانستان و پاکستان و کشور منطقه خود از یعنی نفوذ از آمریکا نجات بده به یک نحوی که بتونن راجع به سرنوشت خود مشترکاً تصمیم بگیرن ببینید حالا آمریکایی‌ها کاری که میکنن این است که قرارداد امنیتی رو با افغانستان امضا میکنن معنای امضای قرارداد چی است برای افغانستان معنایش این است که دیگه باز مذاکرات صلح را دیگه تا زمان حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان شما فراموش کنید باید دیگه به فکر جنگ باشه نه در افغانستان صلح میره نه در پاکستان و این نتیجه جنگ هم
جنگی که چیزی که با نام تروریسم یاد میشه او را از بنگ بردن هم میتونه. به هیچ صورت وقتی که 150 هزار سرباز نتونست کار بکنه 10 هزار سرباز. تشکر. انجنر صاحب آمدن مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن با رئیس جمهور بودید، گفتم میشه که مولانا فضل الرحمن رابطه بسیار نزدیکی با گروه های مختلف طالبا داره و یا با گروه های داره که مثل مولانا سمیع الحق و غیره که با طالبا رابطه نزدیک دارن. لیکن در اینجا چیزی که مولانا فضل الرحمن گفت مبارزه مشترک هر دو کشور علیه تروریسم است. چه قسم تعبیر میکنید مثلا؟ آیا مولانا فضل الرحمن هم تایید میکنه که باید با طالبان مبارزه شوه؟ موضوع خود تغییر داده و یا چی که پس؟ تلاشی که حکومت افغانستان میخواه از طریق همکاری بعضی از علما و شخصیت های مذهبی پاکستان در راستای زمینه سازی برای گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان افغانی از این طریق کمک را به اصطلاح فراهم کرده بتانه، طبیعتا یک تلاش است که اینا فکر میکنم که باید بستگی داشته باشه به یک نوع رویکرد جدید حکومت افغانستان. تا حال ما پیشتر هم عرض کردم که حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح به هر دلیلی که بوده تلاش نکرده، یک تلاش مستمر را نکرده که با رهبری طالبا به اصطلاح گفتگوها را دنبال بکنه، بلکه در بستر طالبها و یا در بدنه طالبها حکومت افغانستان یک کار گسترده و وسیع را شروع کردن که این باعث عکس العمل و باعث مخالفت رهبری طالب ها شده از ابتدا تا حالی و یکی از دلایلی که اونا حاضر نشدن با حکومت افغانستان گفتگو بکنن و از خود سرسختی نشان دادن و کماکان نشان میتن امی موضوع بوده که این حکومت افغانستان نمیخواهد صادقانه در بحث صلح وارد شود. حال که مولانا فضل الرحمن و امثال از او شخصیت های دینی و علمای پاکستان دعوت میشن که اونا یک روابط خوبی در طول مدت با رهبری جنای طالبای افغانستان داشتن و دارن، فکر میکنیم که حکومت اگر باز هم به این فکر باشه که یک راه را برای گفتگوهای مستقیم با رهبری طالبا باز بکنه با شخص مولانا محمد عمر، ما فکر میکنیم که یک تلاش شاید نسبتا مؤثر باشه. اگر یقینا مولانا فضل الرحمن و امثال ایشان برای باز کردن یک چنین دروازه مفید و مؤثر تمام شوند، پس حکومت افغانستان میتونه یک قدم مثبت برداره، بله. یک کانال به اصطلاح نسبتا نتیجه بخش را ترسیم کنه و او را دنبال بکنه، بله. ولی وقتی مولانا فضل الرحمن از مبارزه مشترک هر دو کشور علیه تروریسم گپ میزنه، موقفی که موقف رسمی حکومت افغانستان و پاکستان است و یعنی موقفی که به ضد طالب است، باز چگونه میتونیم امید داشته باشیم که اثر و نفوذ فضل الرحمن سر طالبا وجود داشته باشد؟ پیشترم در توضیحاتی که جناب مجده صاحب داشتن اشارات آمد که فعلا ترکیبی از یک جریان بزرگی به نام تحریک طالب ها در منطقه ما و طرف دیورن و این طرف دیورن یا در قلمرو پاکستان و افغانستان ای به یک معجونی کلان تبدیل شده، علاوه از گروه های مختلف در پاکستان و گروه ها و حلقات مختلف در افغانستان، هزارها تن از عناصر و شخصیت های مختلفی از آسیای میانه، از کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی و شمال افریقا، آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی و جنوب غربی، از اینجا به اصطلاح به تعداد چندین هزار نفر امیالی در این ترکیب شامل هستند و امارت اسلامی در افغانستان به اساس یک چنین فلسفه و از طریق یک تفاهم در یک سطح وسیع بین اتباع کشورهای مختلف به عنوان تحریک طالب ها این شکل گرفته. اینا جزء بتایید گفته شما زمانی که اساکر پاکستانی آمدن و عملیات میکردن به ضد طالب ها در سوات، در تلویزیون من یک لوحه دیدم که بسیار جالب بود، نوشته بود امارت اسلامی افغانستان سوات ماموریت پلیس و تانه میگن ماموریت پلیس فلانه منطقه. دیگه نشان میتونیم ذهنیتی که
بله. دیگه به این خاطر حالی جریاناتی که غیر از اتباع افغانستان و پاکستان هستند که اینا بدنی اصلی شبکه القاعده را تشکیل میتن که درمی دو طرف دیورن اینا به اصلا پایگاه و مراکز دارن که گفته میشه و هواپیماهای درون هم عملیات در مراکز در ساحای وزیرستان و نقاط مختلف دیگه انجام میتن. حالی جدا کردن از اینا از بدنی طالبای افغانستان، از بدنی طالبای پاکستان و یک تفکیک در اینجا به وجود آوردن که طالب کدام از طالبای تحریک طالبان پاکستان کدام از تحریک طالبان افغانستان کدام است و این جریاناتی که از کشورهای مختلف دیگه نیروهای چند ملیتی که در اینجا حضور دارن که بدنه اصلی القاعده را تشکیل میتن اینا کدام است، یقینا اشاره مولانا فضلرحمان به این مسئله است که یعنی حکومت افغانستان و حکومت پاکستان و علمای افغانستان و علمای پاکستان باید تلاش مشترک برا بندازند که یک نوع همسویی و همگرایی و آمادگی را به یاده صلح و ثبات در بدنه اصلی طالبای افغانستان، تحریک طالبان افغانستان و پاکستان به وجود بیارن و اونی جریانات دیگر را به اصطلاح جدا بکنن از اینا، از این بدنه و او تفکیک شود. در غیر از او باز مشکل میشه به اصطلاح مبارزه بر علیه تروریسم، چون اصلا در بستر این مبارزه صورت میگیره که هم عناصر مربوط تحریک طالبان پاکستان در اینجا حضور دارند با اونا یک جا هستن، هم عناصر مربوط تحریک طالبان افغانستان در اینجا حضور دارند، هم القاعده وجود داره و لذا به اصطلاح شبکه های بین المللی یک نوع معجونی را به وجود آورده که یقینا در این موضوع یا به اصطلاح عجیب در این ساحه آوردن صلح و ثبات یک گپ بسیار ساده نیست. فکر میکنم با این تلاش های بسیط و ساده که حکومت افغانستان دنبال بکنه، حکومت پاکستان دنبال بکنه، شاید ملت های دو کشور با آسانی شاهد صلح و ثبات در این منطقه شده نتانند. از این خاطر همی که پای جامعه بین المللی در اینجا کشانده شده، فکر میکنم که زمانی که حکومت افغانستان و حکومت پاکستان هر دو یخنی امریکا را محکم بگیرن و امریکا را به اصطلاح به زانو در بیارن، در این بحث همراه خودشان بشانن که بالاخره این جنجال و مشکلی که در اینجا به وجود آمده یک دست کلانی از شبکه های بین المللی مخصوصا از امریکا در اینجا وجود داره و امریکا توان خود در آوردن صلح و ثبات در منطقه و فراهم کردن زمینه ها به صورت صادقانه و مخلصانه به اصطلاح شریک بسازه، هم با تلاش هایی که از محور افغانستان صورت میگیرن، با تلاش هایی که از محور پاکستان. در غیر از اون صلح و ثبات در اینجا آمدن شاید آسان نباشه. تشکر. افسه مولانا فضلرحمن نفوذ څومره وسګوري؟ ځکه مولانا فضلرحمن دغسې چې ویلې دي دغه ګډې هڅې د تروریزم په خلاف باندې، دا خو بیخي بل رقم، دا خو داسې موقف ده لکه د پاکستان د حکومت یو ډیپلومات چې دلته راغلی خبره کوي. نو دغه د ده دغه دریز به د ده او د طالبانو ترمنځ نور هم فاصله زیاته نه کړي، د پاکستاني طالبانو او مولانا فضلرحمن اړیکې څه رقم لري تاسو؟ دیک شک نشته ده چه اوس هم په پاکستان که حتی اغا ده وساطت ده پاره چه کم کسان پیشنیاد شده خپل ده طالبان و لخوانه یو پکی مولانا فضلرحمن چه که دو په ده که اقدامو که نمونگو اصرا همکاری کو او بل خپل طالبان و دیر خی کمپین وکړو مولانا فضلرحمن و امیران خان و نواز شریف ته چه ده خلق په انتخاباتو که ده کمپین حق لري او ده نوری نلری او دازل زفکر کم چه په پاکستان که حکومت که ارادتن وی که غیر ارادی وی خود طالبان و لخوانه جوره شده. نو اوس دیو تم پکار ده چه په پاکستان که ده طالبان و سر خبری و که او دا څنګه چې مخکې مجده صاحب وویل په پاکستان کې تنها خبرې کول تر څو چې افغانستان کې نوی شوي یا افغانستان کې تنها خبرې کول دا ګټه نه لري او په دې باندې پاکستانیان هم پوه شوي دي. او دغه مسله مونږ په پاکستان کې په مذاکراتو کې هم ډېر په واضحو ټکو وویل چې اصلا طالبان ډیزاین شوي نقشه شوي د افغانستان دپاره دي او دا د انجینرانو نقص و چې هغوی په ډیزاین صحیح نه پوهېده پاکستان ته مو وختل او القاعده پکې شامله شنور یعنې اصلا د انجینرانو نقص و چې چا انجینري کړي و چا ډیزاین کړي و هغوی په انجینري کې لږ خطا شو او کله پاکستان ته وخته کله دغه ته یا نور انجینران ورسره و چې هغوی مخلصانه مشوره ورته نه ورکړي. نو اصلا اوس دوی په دې باندې پوهېږي چې د دواړو مملکتونو سرنوشت سره تړل شوی دی او که چېرته په افغانستان کې مونږ
د طالب مشکل د ختمولو د پاره افغانستان حکومت ته وګورنه کو نو په پاکستان کې نه ختميږي. اماغه مفکوره چې په کوم مفکوره باندې ویل کی چې دلته اسلامي حکومت نشته، دلته امریکایان دي، دلته بل شي دي، اماغه شی په تمام معنا باندې هلته موجود لري. اسلامي حکومت نشته، د انګريز قانون دي، هلته رانا بګوانداس قاضي القضات کې دي شي او هندو، اماغه هلته نور مسایل شته د امریکا ته ټول لاجستیک سپورت ته ولا کې برادر د امریکا او دغه په مشترک عملیاتو نیول شوی. یعنی دا ټول مسایل اوس په تمام معنا باندې چې په کوم شی باندې د افغانستان په خلاف هغوی هڅول کېده، په هماغه شی په تمام معنا باندې هلته موجود لري. نو اوس د دې دواړو مملکتونو سرنوشت یو دی، او که دا کارونه کې زه فکر کوم چې پاکستان هم د تباهۍ پر مخ روان دی، او خاصتا هغه سیمې چې د پاکستان د اقتصاد د پاره اینده د پاره ډیر زیات مهمې دي، هغه سیمو کې ډیر داسې لوبه روانه ده چې پاکستان خپل د خطر احساس کوي. لکه ګوادر شو، د ګوادر د لارې چې بیا د چین د ساحې سره کوم لاره تړل کېږي هغه ساحې شو، یا هماغه ساحې چې د افغانستان سره په پولو کې دي، دغه ساحې خپل د خطر لاندې دي. او بله مسله د افغانستان حکومت زما په نظر باندې په کوم شی دا بله خبره ده چې زمونږ وسه د پاکستان غوندې هیواد چې وسه نه رسېږي، خو زمونږ به هم نه رسېږي، مونږ به هم صلاحیتونه نه لرو. ولې د حکومت له خوا نه چې کومه هڅه شوې ده، خاصتا د رئیس جمهور له خوا نه د صلح په مورد کې، زه فکر کوم چې دا ډېر یو طاقت فرسا کوښښونه کړي دي، مبارزه کړي دي، او کم ترکیب باندې چې د صلح عالی شورا جوړه شوی، زه فکر کوم چې په دې کې ډېر زیات د دقت نه کار اخیستل شوی دی. صلاح الدین ربانی د جمعیت اسلامي مشر، عطاءالله لودین د حزب اسلامي مشر، او عبدالحکیم مجاهد د طالبانو مشر، او داغه نورسه اجي محقق د هزارګانو مشر. نو دا ټول داسې یو ترکیب جوړ کړی دی چې څوک دولت کې دننه دی، بهر دی، اپوزیشن کې دی، مخالف دی، موافق دی، دا ټول طالب دی، حتی طالب یې پکې ځای کړی دی. نو یعنی یو ډېر ښه ترکیب باندې دا شورا عالي صلح جوړ کړی دی. ټول ترکیب دی، حتی طالبان ته دا قناعت ورنکړو چې افغانستان سره خبرې، یعنی چې د پاکستان یې نشي ورکولی، خو افغانستان به یې څه ورکړي چې پاکستان چې چا دا ډیزاین کړی او چا نقشه کړې او هغوی چې اوس نشي ورکولی، نو افغانستان اصلا دی کې اوس زما په نظر باندې خبره د امریکا سره پکار ده، خبره د امریکا سره پکار ده چې امریکا دلته کوم اهداف لري، او هغه اهداف سره څومره افغانستان مخته تللی شي او څومره نشي تللی، په دې کې خبرې پکار ده. او که د امریکا هدف هم دغه چې لکه مخکې ویل شو چې جنگ دې ادامه پیدا کړي، امریکا چې دلته منطقه کې څه غواړي هغه د جنگ لري کېږي، نو جنگ په چا کېږي؟ خو بیا په همدې طالبانو، په همدې خلکو کېږي. یعنی یو ډېر یعنی ډېر ستونزمنه لوبه ده، او په دې کې قوي ډیپلوماسي هم د پاکستان او هم د افغانستان او هم د منطقې هیوادونو په کار دی چې امریکې سره په دې مسله د مسلې د حل په سر باندې هغوی مذاکرات وکړي. بالکل، مخکې انجینر صاحب او مجدد صاحب یو مهمه خبره وکړه، هغه دا چې امریکای سره باید تاول دا خبره تاسو چې اوس دا خبره وکړله، یعنی د سیمې هیوادونه کولی شي چې امریکا مجبور کړی شي. خو دا سوال اوس زمونږ وخت خلاص دی چې خبرو وکړو. مجدا صاحب فقط یو دقه خبره کوي، اصلا کاری که امریکا در اینجا میخواد بکنه به نفع روسا تمام میشه، نه به نفع خود امریکایا. شما ببینید کاری که امریکا میکنه به نفع روسا تمام میشه، نه روسا امیال با تاجیکستان برای 40 سال آینده قرارداد امضا کردن که عسکرشون باید در کشور باشه. ای چی میشه؟ یعنی امریکا داری چی برد ها داشت؟ دم عجیب واد ده چی کل روسانو چه کول اغا در امریکانیانو پا نفع تمام شو، چی اوس امریکانیانی که اغا در روسانو پا نفع تمام. دیر عجیب خبر داده چه دسی بلکی که طالبان چه کهی؟ طالبان چه سکهی داغه نفع امریکا تا رسیگی، امریکا چه سکهی داغه نفع روس تا رسیگی، ملت بیچاره چرته ده خبری ده دی پا نفع باینس کیگی. دیر از یا تا من نکورو مادان چه بحث کن برخوا وقت سلا گران لزون کتا سنام دیر از یا تا من چلوس پوری منگ سراوی راتون که بحث پوریم پا خدا سپارو. اللهم ملشا.